سرخط خبرها: تفنگداران ناشناس یک عضو طالبان را در کاپیسا تیرباران کردند. ممنوعیت آموزش دختران، رهبر طالبان: با حاکمیت ما حقوق شرعی تمام شهروندان تامین شده است. رینا امیری: طالبان با ممنوعیت دختران از آموزش آینده افغانستان را تباه کردند. ادعای لد و کوب گوینده خبرنگار آریانا نیوز از سوی طالبان در کابل. اختصاصی: استخبارات طالبان 3 ماه است که نتوانسته معاش برخ از کارمندانش را بپردازد. وطنش ها میان طالبان و ایران: گذرگاه اسلام قلعه بروی موترهای باربری بسته است. سلام دوستان، به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. ممنوعیت آموزش دختران، رهبر طالبان: با حاکمیت ما حقوق شرعی تمام شهروندان تامین شده است. هیبت الله اخندزاده، رهبر طالبان، در پیام ایدیش گفته که با حاکمیت این گروه حقوق شرعی تمام مردم کشور تامین شده است. در پیام اخندزاده که روز جمعه 25 جوزا نشر شده آمده است که در حال حاضر هیچ کس بر کس دیگر ظلم و تجاوز نمیتواند و جلو ستم گرفته می شود. او افزوده است: با فعالیت محاکم شرعی شریعت مقدس تطبیق شده است. همچنان فرضیه بزرگ امر بن معروف و نهی از منکر عملا انجام می شود. در این خصوص در مطابقت به اصول شرعی به منظور اصلاح جامعه اقدامات صورت می گیرد. وی همچنان از گسترش و تقویت مدارس دینی در کشور به عنوان یکی از ارزش‌ها و اهداف این گروه ابراز رضایت کرده است. در همین حال هیبت الله اخندزاده در پیام ایدیش خاطر نشان کرده که طالبان با تمام جهان به ویژه کشورهای اسلامی مناسبات سیاسی و اقتصادی در چوکات شریعت می خواهد و در این راستا مسئولیت خود را ادا کرده است. او به مسئولان طالبان توصیه نیز کرده است که وظایفشان را درست و کامل انجام دهند و هیچگاه طور برخورد نکنند که مردم آنان را بیگانه بشمارند. او در حالی که در بخش از پیامش می گوید وحدت در کشور تامین شده است، در جای دیگر همه را به اتفاق دعوت کرده و از دسیسه های دشمن یاد می کند که باید خونسا شوند. رهبر طالبان همچنان افزوده است: در کشور ما برادری اسلامی و وحدت تحکیم یافته است. سرمایه های عامه مانند معدن، زمین، جنگلات و سایر ملکیت ها من حیث بیت المال مسنون می باشند. او همچنان با اشاره به پیشرفت های اقتصادی از سرمایه گذاران افغانستان خواسته تا در کشور بیشتر سرمایه گذاری کنند. تفنگداران ناشناس یک عضو طالبان را در کاپیسا تیرباران کردند. منابع محلی میگویند که در پی حمله تفنگداران ناشناس بر گزمه جنگجویان طالبان در کاپیسا دست کم یک جنگجوی این گروه کشته شده است. منابع بر روزنامه 8 صبح تایید میکنند که این حمله حوالی ساعت 12 چهارشنبه شب 23 جوزا در روستای پناخیل از مربوطات حصه اول کوهستان رخ داده است. فرد کشته شده ملا حضور نام داشت و از باشندگان روستای داناخیل کاپیسا بود. به گفته منابع در پی این حمله چند تن از اعضای طالبان زخمی نیز شدند، اما رقم دقیق آن تا اکنون روشن نیست. طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفتند. رینا امیری: طالبان با ممنوعیت دختران از آموزش آینده افغانستان را تباه کردند. رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان، میگوید که طالبان با سیاست ممنوعیت دختران از آموزش آینده کشور را تباه کردند. خانم امیری این اظهارات را روز پنجشنبه 24 جوزا در شبکه اجتماعی اکس بیان کرده است. وی افزوده است: افغانستان به عنوان تنها کشور جهان است که این سیاست‌های افراطی در آن اعمال می‌شود و در انزوا باقی مانده است. نماینده ویژه آمریکا تاکید کرده که در پی این سیاست طالبان رویاهای دختران در افغانستان شکسته شده است. در ماه حمل سار جاری نیز امیری بسته بودن مکاتب دخترانه بالاتر صنف ششم توسط طالبان را دلخراش خوانده بود. به گفته وی احکام تبعیض‌آمیز و بی‌امان طالبان علیه زنان و دختران افغانستان را فقیر و وابسته به کمک ها نگه می‌دارد. گفتنی است که 1000 روز از نخستین دستور طالبان برای ممنوعیت آموزش دختران بالاتر صنف ششم
و حدود 600 روز از بسته شدن دروازه دانشگاه ها برای دختران میگذرد. ادعای لد و کوب گوینده خبرنگار آریانا نیوز از سوی طالبان در کابل. گوینده خبرهای شبکه تلویزیونی آریانا نیوز میگوید که او از سوی دو تن که خود را عضو طالبان معرفی کردند لد و کوب شده است. عبدالعزیز سخیزاده این اظهارات را امروز پنجشنبه 24 جوزا با نشر پیام در برگه فیسبوکش نگاشته است. او افزوده است از طرف دو نفر که خود را طالب معرفی کرد لد و کوب شدم. با این حال وی در مورد زمان و مکان این رویداد جزئیات ارائه نکرده است. طالبان هم تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. پس از سلطه طالبان بر افغانستان، ده‌ها تن از خبرنگاران و کارگران رسانه‌ای از سوی این گروه بازداشت شده و برخی با فشارهای نهادهای حقوق بشری دوباره رها شدند. اختصاصی استخبارات طالبان سی ماه است که نتوانستن ماش برخی از کارمندانش را بپردازد. دو منبع در ریاست عمومی استخبارات طالبان به رسانه ها خبر دادند که سی ماه شده برخی از کارمندان این اداره ماش نگرفتند و گفته منابع روز پنجشنبه 24 جوزا پرداخت ماش 30 ماه این کارمندان استخبارات نیز به تعویق افتاده است. این مقام ها که نخواستند نام از آنها برده شود گفتند طالبان برای 30 ماه متوالی به برخی از کارمندان استخبارات خود گفتند ماش آنها به زودی پرداخت خواهد شد. منابع گفتند طالبان به کارمندان استخبارات خود وعده داده بود که ماششان امروز سه‌شنبه در آستانه عید قربان پرداخت خواهد شد، اما این وعده محقق نشد. روشن نیست که ناتوانی طالبان در پرداخت حقوق کارمندانشان فقط در اداره استخبارات محدود است یا سایر نهادهای امنیتی و دفاعی این گروه را فرا گرفته است. تنش‌ها میان طالبان و ایران، گذرگاه اسلام قلعه برای موترهای بربری بسته است. منابع محلی در هرات میگویند که گذرگاه اسلام قلعه در این ولایت برای موترهای بربری بسته است. منابع روز پنجشنبه 24 جوزا گفتند که این گذرگاه از روز گذشته به این سو توسط طالبان برای موترهای بربری بسته است. منابع میافزایند که این گذرگاه پس از آن بسته شد که طالبان ویزای صادر شده رانندگان ایران از کنسولگری مشهد که در رأس آن عبدالجبار انصار است را نپذیرفتند. طالبان گفتند که تمام اسناد صادر شده از کنسولگری مشهد را قبول نداشته و تا زمانی که جنرال کنسول معرفی شده از سوی این گروه به کار آغاز نکند این محدودیت ادامه دارد. پیش از این منابع به روزنامه 8 صبح تایید کردند که طالبان عبدالجبار انصار را برکنار کرده و به جای آن از سوی این گروه جنرال کنسول تازه گماشته است. جابر انصار اما این تصمیم طالبان را نپذیرفت و تا اکنون به کارش ادامه داده است. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوی دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان.